به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، کلاهداران، سپاهی، بی کلاهان، کوسه، موسه، حلالت، جفت و تیله، همشون از اون طلبه چلقوز گرفته تا آیت الله امامه یه تپه انقدی، از رهبر گرفته تا اکبر، تا سه تا طویله اسلامی، تا سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه، سرداران تشتکی، قاضیان دزد، دادستان دزد، دزد، لباس آخوندی یعنی لباس دزدی. هر کی میخواد دوز نباشه اون لباس تنش دره. البته اون وقت با جرم دوزی میگیرنتون، اما اگه آخوند باشی با اجازه الله، اون که اون بالاست، الله بالایی، با اجازه اون دوزی میکنی. اگر اون لباس تنت نباشه بی اجازه اون الله دوزی میکنی. اون الله به هر کی کسی که آخوند باشه یا بگه که به الله سجده کن کمک میکنه که بتونه دزدی کنه. الله محتاج اینه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، سبحان ربی الاعلا و بحمده. یعنی چی؟ 17 دفعه میری رکود میگی، این میگی یعنی چی؟ ببخشید 34 دفعه 17 رکعته، تو هر رکعتی 2 دفعه میری سجود. میفهمی چی میگی؟ نه، الله گفته، الله آسمونی گفته مردم رو غارت کنین، الله زیرزمینی گفته سهم من رو بدین به آخوندا. کی گفته؟ خدا آخوندا؟ تو فکر کنی مسلمونی؟ نه، تو دین آخوندی داری، همه چیزت آخونده، اما مسلمونی چی بلدی؟ وای حسین کشته شد، شب قدر، ماه رمضان، اربعین، 28 وفات امام حسن مجتبی که توسط یکی از زنانش زهر بهش داد و امام حسن چون علم لدنی داشت گفت من میخورم ببینم زهره چجوریه. در دین اسلام محمد 17 ربیع الاول، یه اختلافی داره، 8 روز 9 ربیع الاول و 17 ربیع الاول، سنی ها میگن 17 هم مرده، شیعه ها میگن 9 یا برعکس. سر مردن محمد دعوا داره. ما دیدیم، شماها ندیدیم، هنوز دنبال اینن تو سرای عربستونن. ماهو کی دید که روزه باطله؟ اللهی که انقدر عقلش نرسید گفت با طلوع خورشید، با صلات ظهر، با غروب خورشید نماز بخونید، نمیدونست تو قطب شمال 6 ماه خورشید اون بالاست. بلد نبود چون اونجا رو هنوز نیافریده بود، تو لوح محفوظ ننوشته بود. تازه اصلش برید راجع به کیش مهر بررسی کنید،
ببینید پیروان کیش مهر صبح قبل از طلوع آفتاب به خواستگاه نور و مهر و خورشید نیایش میکنند، ظهر وقتی میاد بالا سرشون نیایش میکنند، و شب موقع غروب آفتاب که آسمان قرمزه به طرف خورشید باز نیایش میکنند. حتما کیش مهر از دین اسلام دزدیده، چون کیش مهر مال قبل از زرتشته، ولی چون تو لوح محفوظ بوده همون وقت دین اسلام دزدیده. برای این تداوم دزدی یک راهه اسلام نیاب محمدی به ایزش درسته بمونه، نیفته زمین بشکنه، چون هم الله بنیره هم امام زمان که گفته سهمشو بده به من، اون وقت ببعیان نمیدونن چی کار کنن، نمیدونن سهمو به کی بدن، اون کسایی که دزدی میکنن نمیدونن سهم دزدی رو به کی بدن که حلال بشه. باید بالاخره یه آخوندی بره تایچا صبونش رو تایچا بخوره بیاد بیرون بگه که این امام زمان امضا کرد بده به من. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هم با هر باور مذهبی و هر گویش، در 27-8 سال پیش واریته آخوندی یک رو که می ساختیم، این شعر توسط ارسلان منادی مهر گفته شد و توسط فخری نیکزاد دوست عزیزم اجرا شد. ارسلان دیگه بین ما نیست ولی فخری هست و هنوز فعال در لندن داره کارش انجام میده. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. سالگرد منبر و روزه است، سالگرد سرخ خونخاران یغماگر، سالگرد شوم ابلیسان پیروز است. روز آشوب است، روز محکومین و مظلومین خونالود، روز شیطان است، روز خنجر خوردن از پشت است، روز اشک و غربت و زاری است. ناله خونین بر روی سینه بنشان، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. هرچقدر 22 بهمن تکرار بشه بیشتر به این مسئله بر میخوریم و باز روی سخنم با دوستی است که برای من چند بار تلفن کرده، ایمیل فرستاده، دوباره ایمیل فرستاده. حرفایی که من میزنم با گوش جان گوش بدید. اگر من میگم شما فقط یک صدایی رو تلفن، یا شخص دیگری که با من تماس میگیره یک صداست روی تلفن، برای اینی که موقعی که آزادی رو درست کردم اشخاص زیادی اومدند و بعد دیدم که اشخاص درستی نیستند. اینو نمیگم که شما درست نیستی، اینو میگم من تجربه بد دارم.
اگر پیامی داشته باشی که من بدونم اون پیام رو اگر بخونم کسی رو توی دام نمیندازم، حتما در خدمتم. در غیر این صورت من نمیتونم با کسی صحبت بکنم که خب من یه ایمیل دارم از ایران، شما هم بیان با من هم داستان بشید و شروع کنید، چون همین چیزی که از شما میتونم همینه. نه اینکه من به فکر این هستم که چجوری بگم، بیش از اندازه من احتیاط میکنم. شما درست میگی، اونم که میگی بالاخره یه روز به یه کسی باید اعتماد کنی، به این آسونی نیست. دوستانی که اعتراض کردن به حرفای دیروز من، عزیزان، من حرفایی که زدم گفتم اگر کسی کاری میخواد بکنه خودش بره بکنه، به من نگه بکن. همین جوری که من وقتی حرف میزنم به شما نمیگم چه کار کنید، میگم برید بخونید، خودتون تصمیم بگیرید. انتقاد دارید روی چشم من، ولی نتیجه چی؟ نتیجه اینی که من یک تلفن دارم، این تلفن پیامگیره. انتقادتون رو هر جوری دلتون میخواد، به هر صورتی دلتون میخواد، عقیدتون هر جوری هست اونجا بگید. من بحث با کسی ندارم، بحث مال ایرانی هاییست که میخوان عقیده خودشونو ثابت کنن. من چنین کاری نمیخوام بکنم. من همه ی حرفم اینه که خودتون متوجه بشید، نه با حرفای من. اینی که با من احتیاجی نداره شما بحث کنید. من خیلی که برام قابل قبول نباشه میگم چشم، شما راست میگی. همین جوری که من سعی نمی کنم، اصولا همچی فکری ندارم که اون چیزی که توی فکر خودمه، حتی من فکر خودم رو درباره طبیعت، خدا، محمد، علی، فلان اینا نمیگم. اگر دقت کرده باشین من همش روخونی میکنم. من با اون آقایی که میاد میگه علی نمیدونم قاتل، شمشیر کشه، آدم کشه، همراهی نمیکنم. چون یه عده‌ای هستن به علی احترام دیگه‌ای میذارن. آدم‌ها خودشون باید برن علی رو پیدا بکنند. من تنها کاری که میتونم بگم کتاب‌هایی که درباره علی خوب نوشته بخونید. این کتاب علی نماد شیعه‌گری رو هم بخونید، بعد به خردتون رجوع بکنید. علامه طباطبایی اومده بود صحبت میکرد که علی اینجور، علی اینجور، علی اینجور، و استناد میکرد زمان علی رو با نهج البلاغه. این حتما بیشعور نبود. علامه طباطبایی میدونست 400 سال بعد از علی اون کتاب درست شد، ولی خب میدونه کسی هم بهش اعتراض نمیکنه. اینی که مزخرف هرچی دلش بخواد میگه. اما من اگر کتاب نخونده بودم نمیدونستم که هاشم رضی و همیشه این هاشم رضی رو با اون هاشم رضی اشتباه میگیرم، شیخ نمیدونم چیه رضی، هاشم رضی نویسنده معاصره، این دوتا یه با هم چیز میشه. 400 سال بعد از علی نهج البلاغه رو نوشته. خب میگفتم علامه طباطبایی دیگه دروغشه نمیگه، ولی علنن اونجایی که باید خودشو بزنه به خریت دروغ بگه میگه، نقل قول میکنه.
نه اون، هر کدوم از آخونده هیچ فرقی نمیکنه. تا بیاد حرف راست بزنه مثل سهروردی میکشنش، تا بخواد بگه من شک دارم میکشنش. برای همین بود حافظ این کتاب آقای ناصر انقطاع بخونید، حافظ و کیش مهر، همش باید پنهان میکرده حرفاشو. همش باید اینا رو قایم میکرده. خیلی از بزرگان ما رسیده بودن، مهری شده بودند، ولی خب میترسیدن بگن. وای اگر از پس امروز بود فردایی. اما پیاماشونو برای کسی که متوجه این حرفا بشه گذاشتند. من دلم میخواد شماها برید اونا رو بخونید اگر دلتون بخواد. من نمیگم همه این حرفا که من میزنم وحی منزله. ببینید یه مجله در میاد اینجا به اسم بیداری، هر دفعه مقالات بسیار قشنگی توشه. آن راستی من به شما یه چیزی بگم، بیداری آورده بودم اینجا، حالا فردا نشونتون میدم. یک مجموعه داره که فکر کنم مال 2 سالش اینقدر، توی یک زونکن اینا رو همه رو گذاشته که شما تعداد و وقت اینم تاریخ نداره هان، هر موقع بخونید تازه است. اگر بخواید این مجموعه رو از طریق من میتونید بخرید. تلفن خود بیداری رو اگه بخواید 858-320-2013 است. بعضی اوقات هم روی کتابایی که من دارم ایشون تبلیغ میکنه، تا الان هم چیزی از ما نگرفته. این آخرین شماره بیداری هم من خوشحال کرد، هم متأثر شدم، چون نوشته بودن که این رو با کمک 2 نفر از دوستان تعداد کمی تونستن چاپ بکنن و سهمیه‌ای که میفرستادن برای فروشگاه ها نتونستن بفرستن. اینو فرستادن فقط برای کسانی که پول براشون میفرستادن، چون پول بیشتری نداشتن چاپ بکنن. انقدر که پول داشتن اینو چاپ کردن. اونم اینجا خودشون نوشته میگه کمبود مادی این ماه را 4 هم میهن گشاده دست با اهدای 100 تا 500 دلار برطرف کردن. بیداری زیر چاپ رفت که از آنها بی نهایت سپاسگزاریم. این شماره فقط برای کسانی که دست کم 2 بار در سالهای گذشته به بیداری کمک کرده بودن فرستاده شد. از سهمیه مراکز عمومی اروپا هم کاسته شد تا ببینیم با بقیه پرداختی های شما امکان ادامه کار هست یا نه. یه نفر آدم وقتشو میذاره و این کار رو میکنه. یک مقاله ای هم هست باز از آقای انقطاع اینجا، از آقای دکتر میم مهراسا، بررسی و تأملی در کتابهای مشهور به آسمانی. آقای دکتر ناصر انقطاع نوشتن یاوه‌های آخوندی. علی اکبر کبیری نوشته مردگان حاکمان اصلی ایران هستند، مقاله خیلی قشنگیه. و ذبح حرام یکی از ساکنان لس آنجلس رفته این ذبح حلال رو دیده اونجا و میگه که ذبح حلال و حرام، خیلی قشنگ نوشته که اصلا چیه. یه مقاله هست راجع به یزیدیان کیا هستن، یزیدیان یا ایزدیان یا هم چیزی، کردهایی هستند که در کردستان عراق زندگی میکنن. احسان حکیمی میگه آیا خدای یهود عادل و عاقل است یا قاتل؟ رتب خورده من رتب چون کند. دکتر احمد ایرانی نوشته دکتر نکته های درجه اول درباره زن در اسلام. نسترن از تهران یه مقاله فرسته به نام ماه خرافه گستری.
آقای مهراسا مقاله دومش هست گسترش قشیگری و خرافات با نام مولانا در لس آنجلس که راست میگه. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد. اینجا یه برنامه درست کردن که واقعا آدم حالش به هم میخورد. راجع به آقای فعال که از دنیا رفت یک مقاله‌ای نوشتند و نامه ها و تلفن ها و فکس ها و ایمیل های شما. با سپاس از آقای لشکری که این رو برای من میفرستند و امیدوارم که بتونم بیشتر بهشون خدمت بکنم. صحبت خرافه که اومد، اون نوشته یک آدم تحصیل کرده است، این نوشته یک فرهنگی بازنشسته از اصفهانه، بالای 60 سال داره. حضور محترم آقای رضا فاضلی، با درود و تشکر از زحمات شما میخواستم مطلبی را برایتان بازگو کنم. در اصفهان بیمارستانی وجود دارد در حومه شهر، مخصوص بیماران قلبی با نام بیمارستان چمران. حدود 3 سال پیش جاده مقابل این بیمارستان به اتوبانی بزرگ تبدیل شد. با تعجب مشاهده کردم که یک اتاق مخروبه که در مسیر اتوبان بوده تخریب نشده و سر جای خود باقی است. مردم میگفتند علت وجود چنین اتاق مخروبه‌ای بر سر این اتوبان بزرگ چیست؟ میگفتند بولدوزر وقتی میخواسته این اتاق را خراب کند موتورش خاموش شده و این اتفاق چند بار رخ داده. همون موقع به پسرم گفتم که این یک دکان امامزاده است. منتظر باش و ببین، اینجا به زودی یک امامزاده خواهد شد. محلی می شود برای کسب درآمد از بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می کنند. هفته پیش که از جلوی بیمارستان رد می شدم، با تعجب دیدم بیرق سیاهی بر بالای در اتاق نصب کرده اند که روی آن نوشته شده بقعه مبارکه امامزاده شاه نوری علیه السلام. ملاحظه می فرمایید که آخوندها چگونه شعور ما مردم را به سخره گرفتند. ناگفته نماند با اینکه اهل مطالعه هستم، از نوجوانی با شک و تردید به مسائل دینی نگاه می کردم، ولی با روشنگری های شما 100% شک من به یقین تبدیل شد و خردگرا شده ام. برایتان آرزوی سلامتی می کنم. این جایی که امامزاده شده که بولدوزر نتونسته بره و خاموش شده و جلوش گرفته شده و دست حضرت عباس اومده اونجا واسده، اینجا سالیان سال، شاید قرنها، سگ اگه از اونجا رد میشده پاشو بلند میکرده به این اتاق میشاشیده، یله اگه رد میشده پشکل مینداخته، شتر اگه رد میشده مدفوعش اونجا بوده، تمام حیوانات که از اونجا رد می شدن مدفوعشون رو می انداختن. این امامزاده با این مدفوع حال می کرده و پرورش پیدا کرده تا آخوندها بیان سر کار. و بولدوزر آخه عقل داره، بولدوزر شعور داره، بولدوزر فهم داره، مثل امام حسن که علم لدنی داره اما زهر رو می خوره، مثل امام رضا که علم لدنی داره زهر رو می خوره، مثل حسین ابن علی که علم لدنی داره میره اونجا میگه سر منو ببرین، مثل حضرت علی که میره نماز میخونه نمیفهمه با علم لدنیش میخوان با چاقو سرش رو بزنن. اینا همه علم لدنیه. این امامزادم علم لدنی داشته، دست حضرت عباس گرفته و ورده اونجا تکون داده و بولدوزره خاموش شده. هی دوباره روشن کردن بیان، دست رو تکون داده، بولدوزر خاموش شده. میخندیم، بریم به اونا بخندیم که اونجا دارن پول میندازن. شما میدونید خیابونای تهران رو اجاره میدن برای این قوطی های صدقه، ککی معامله میکنن. این صدقه ها رو که به دیوار میذارن و شماها پول میریزین توش، اینا رو یک کسی اجاره میکنه از شهرداری یا از این جاهایی که یه آخوند یکی سرشه، پول میده،
هرچی اون تو میندازین آخر ما مال اون یاروه که اونجا رو اجاره کرده. وقت میدن به عبای عبدالله. آقا ما نیتمون چیزی دیگه است، میندازیم. بنداز، چون دارن بهت میندازن. بنداز. یک مسئله بین ما ایرانی ها هست، هیچ وقت فکر نمی کنیم فلان کس چقدر زحمت کشید، چه کار کرد، از کجا رفت. فکر می کنیم اون چیزی که برای خودمون فکر می کنیم، مثل اینکه رفتیم مملکت رو پشت رو کردیم، بعد گفتیم گلمون زدن، تقصیر انگلیس هاست. آقا تا انگلیس هست ما روی خوش نمی بینیم. تقصیر ژاک شیراکه، ما راحت میذاریم گردن این اون. ما راحت میگیم یارو واسه چی رفته ما 20 میلیون دلار میگیره یه فیلم بازی میکنه. نمیدونیم از کجاها گذشته. مال خودمون رو نمیگم تو ایران. همه فکر میکردن که شعور مردم اینجوری بود که فکر میکردن دو ساعت میرن فیلمو میبینن، این فیلم همین تو اون دو ساعت تموم شده. کما اینکه هر چیزی الان تلویزیون نشون میدن و به ایوار نگاه میکنن و یاد میگیرن. ما نمیخوایم فکر کنیم. ما سخت برامون فکر کردن. این رو دو سه روز پیش توی یک از رادیوهای اینجا خوندن و همون وقت که میخوندن من یه مقداری گرفتاری داشتم باهاش. نوشتار هست کاش سیاه بودم، یعنی هر کی سیاه بشه میشه اوباما. نزدیک 40 میلیون 50 میلیون سیاه توی مملکت زندگی میکنه. هر کی زحمت میکشه میره بالا. کندالیزا رایس هم سیاهه، کولین پاول هم سیاهه. مسئله سیاه و سفیدی نیست، مسئله اینی که اینها وای میسن به حق میگیرن، مسئله زحمت کشیدنه، مسئله فهمیدنه. آقای هوشنگ اسدی در سه‌شنبه اول بهمن این رو نوشتن: کاش سیاه بودم، سیاه به رنگ شب، ساکن کلبه اموتن، زنجیرها بر دست و پا، پاروزنان از تام تام، از تام تام قبیله به سوی آبهای دور. کاش سیاه بودم، به خشونت مشت فریاد می زدم. آرزویی دارم روزی خواهد آمد که فرزندان ما با هر رنگ پوست و با هر مذهب و هر عقیده دست در دست فردای سرزمینم را دست در دست فردای سرزمینم را خواهند ساخت، یا دست در دست فردای سرزمینم را خواهند ساخت. نه قربونت برم، اولین فرزندان بایستی شعور داشته باشند. شما 50 نفر رو بکن توی اتاق، 50 تا عقیده برای خودشون دارن، هیچ کدوم با عقیده بغلی موافق نیست. شما نگاه کن ما چند رقم چپ داریم، چند رقم راست داریم، چند رقم شاهی داریم، چند رقم مشروطه داریم. تا این از بین نره، تا اینها این فسیل ها از این دنیا نرند و نسل بعدی درست تربیت نشه، هیچ وقت دست تو دست هم نمیذارن. هر روز با هم میجنگن. آقای اسدی، آرزو کردن آرزوی خوبیه، ولی باید به فکر این بود که این بچه ها رو نصیحت کرد.
چه چیزیه که ماها رو از هم دور میکنه، چه چیزیه که به همدیگه بهتان میزنیم، چه چیزیه که به خاطر اختلاف عقیده دشمن همدیگه میشیم. من میگم نادونیه. کتاب ممکنه زیاد خونده باشیم. آقای اکبر اعتماد یک نامه‌ای به همین آقای سیاه نوشته که آقای اوباما، ما انرژی هسته‌ای حق مسلممونه. زیرش بیا نگاه کن ببین دانشگاهیان، بزرگان، گنده ها، من جمله لیلا زند که واسه احمدی نژاد افطاری درست کرد، اینها همه جمع شدند زیر این نامه رو امضا کردند. پس با درس خوندن ما آدم نمیشیم. چرا تمام کسانی که خودشونو به حکومت دینی فروختن تیترهای حسابی استاد دانشگاه دارن؟ دیروز آخر وقت صحبت عیارانو کردم. اینا نمیدونن عیار کیه. اینا وطن براشون معنی نداره. وطن یعنی چقدر دلار به من میدی. پس بنابراین ما باید کاری بکنیم فرزندان آینده ما حداقل بدونن وطن مال اوناست، نه مال شاه، نه مال خمینیه، وطن مال مردمه. این رو باید یاد بچه هامون بدیم. آقای هوشنگ اسدی در ادامه نوشتن کاش سیاه بودم، سیاه به رنگ تغییر، چون آقای اوباما هم گفته میخوام چینج بکنم. 40 سال از فریادم نگذشته، کاخ سفید را در دستهای سیاهم میگرفتم و به گشادگی افق لبخند میزدم. مسیری که گذرونده تا به اینجا رسیده، برید بررسی کنید. من زیاد اوبامایی نیستم، ولی هیچ چیزی را از آسمون لقمه نمی کنند به ما پخت خورا بدند. ما باید برای هر چیزی زحمت بکشیم تا به دست بیاریمش. من سیاه نیستم اما در میهنم، نه خانه دارم نه گور. من سیاه نیستم اما در میهنم، مرگ هر روز در خانه‌ام را میزند، وقت و بی وقت، هر وقت که بخواهد. به امید خدا درست میشه، انشالله درست میشه، امام زمان ظهور میکنن درست میشه. این ناله هاییست که همه ما داریم. من با شما هم ناله هستم، اما که چه ربطی به سیاه داره، چه ربطی به سفید داره، چه ربطی به زرد داره؟ به ماها ربط داره. خلایق هرچه لایق. من سیاه نیستم، آقا ندارم، برده نیستم، اما سرنوشتم را آقا رقم میزند، برای اینکه مسلمان متعصبی هستم. ما یه چیزی براتون بگم، کمونیستای ما به قرآن قسم میخوردن، تو وجودمون رفته، تزریق کردن، اماله کردن بهمون. بیشتر نوکرهایش آقا رقم میزند و بیشتر نوکرهایش. من سیاه نیستم، در مزارع پنبه نمی کارم، اما آفتاب صبحگاهان نیشابور را از من دریغ کردند، برای اینکه اون پنبه کار با کلبه عموتم اومد جلو و با مارتین لوتر کینگ حرکتش شروع کرد. یک زن 55 ساله این نهضت رو شروع کرد، بلند نشد توی اتوبوس برای سفیده، گفت میکشین بکشین، ولی ماها همه ترسوییم، ما جندوسیم. ما میگیم همسایه کشته بشه من برم سهممو بگیرم.
پس کاش ما سیاه بودیم و اون راه رو می رفتیم. احتیاجی نداره سیاه باشیم، هر وقت بفهمیم میتونیم اون راه رو بریم. دست از امام زمان وردار، انشالله ماشالله تو بذار کنار، همه چی درست میشه. من با شما نیستم آقای اسدی، با ملت ایرانم. من سیاه نیستم، در خاکی به دنیا آمدم که زرتوش نورش را به جهان داد، کوروش حقوق بشر را. نام شاه ایرانی را دارم که کاشف آهن آتش است، اما در زیر زمین بویناک پایتختم کسی با نام عربی بر من فریاد می کشد غریبه ای از اینجا گم شد. چه شد که این شد؟ من از دوستان نزدیک احمد شاملو هستم، انقدر نزدیک که یک سال و نیم توی زیرزمین باهاش زندگی میکردم، عاشق گفتهاش بودم. شاعر بسیار والایی بود، اما او هم ارزون فروخت. اگر با دقت نگاه کنید، من بدی شاملو رو نمیگم، من اگر بگم شاملو بد شعر میگفت آدم نفهم بیشعوری هستم، اما اگر بگم وطن به معنای ایران نداشت، باور کنید من سیاه نیستم اما برادران سیاهی دارم. یهودی نیستم اما دوستان خوبی از این تبار دارم. همه شاعرند. ارمنی نیستم من اما شبهای جوانی همه در مهربانی درهای باز کافه های ارمنی گذشته است. کسی بود که هر شب سرنوشت آرسن را که فدای ایران شد با صدای بلند میخواند. نازلی ستاره بود. من سیاه نیستم، 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 اما از بردگانم. نگاه کنید که ریسمان اسارت از سوراخ‌های کتفم گذشته است. احتیاج نداره پوست آدم سیاه باشه. آدم میتونه سفید باشه مثل برف، اما ذاتش نوکر باشه. ببینید آقای هوشنگ اسدی که هم نام هوشنگ شاه هستی که آهن رو پیدا کرد و آتش رو، گرفتاری در این نیست. نیچه یه حرف قشنگی میزنه، میگه برای اینکه بت پرست نباشی نباید فقط بت رو بشکنی، چون بت رو میتونی بشکنی ولی بت پرست بمانی. بت رو باور نکن، بت رو از مغزت بیرون کن. حتما آدم نباید سیاه باشه تا برده بشه. خیلی از ما سفیدها برده تازیان اسلامی بودیم سالیان سال. 300,000 زن اسیر کرد خالد ابن ولید، سعد وقاص در تیسفون. 60,000 از این زنها رو برای عمر فرستاد. سیاه نبودند ولی برده شدند. کاش سیاه بودم به رنگ شب، به رنگ طغیان. دستکم می توانستم رویایی داشته باشم. رویایی دارم من که هر شب با بادهای شمال می آید و در آبهای جنوب غرق می شود. روزی خواهد آمد که فرزندان میهنم در میهن غریبه نخواهند بود. آنان مثل آن روزها که مدرسه می رفتیم و با یقه های سفید سرود ای ایران ای مرز پرگوهر می خواندیم، دست در دست هم ایران را خواهند ساخت، با هر رنگ پوست، با هر مذهب و عقیده. من سیاه نیستم اما برده ام. من سیاه نیستم
نیستم و امروز در جشن جهانی رفتن یک سیاه به کاخ سفید آرزویم را فریاد می کنم. گرفتاری بچه های ما، آیندگان ما، فرداسازان ما اینه که اون کسانی که تونستند بار و بندیل رو جمع کردند و فرار کردند، یه دی بودن مثل من، اگه نمی اومدن کشته می شدن. یعنی من در راه این که منو می بردن به مسلخ فرار کردم، اتفاقی افتاد که تونستم فرار کنم. اما خیلی کسا بودن که حواسشون جمع بود، قبل از این که آخوندا بیان فرار کردن یا بعد از اون حق حسابو دادن و بقیه رو برداشتن اومدن بیرون. نسل دوم و نسل سوم داره در اروپا و امریکا خودش رو جا میندازه. من فکر نمی کنم بچه های من برگردن برن ایرون. تمام زحماتی که کشیدن روی تحصیلشون به کشور دیگه‌ای تعلق پیدا خواهد کرد. توی ایران همین خودفروخته هایی که الان پای کاغذ آقای اکبر اعتماد رو امضا کردن برای اوباما، اینها باز همه کاره خواهند شد، چون اینا دلار رو میشناسند. ولی اگر ایرانی باشه که با رأی مردم اونجا درست بشه، اون وقت توی اون ایران بچه های فهمیده، بچه های با شعور نه با شعار، اونها اجازه نخواهند داد میان مثل همینا که دوتا از همین وزرای اوباما، اینا سابقه بد دارن در مقابل تاکس. اولا همه که میگم 95% به بالاست، سناتور و اون یکی مال مجلس که شما میبینید همشون یه سابقه کریمینال دارن. اینی که این آقایون دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و اینام، این هم روی همون حد و حدود هم. تا روزی که توده مردم، من زنده نیستم اون روز که اینو ببینم، حداقل 50% مردم بفهمن، اون وقت خیلی خوب میشه. ولی اگر 90% مردم بخوان سینه بزنن، اون 10% نمیتونن جلوشونو بگیرن. دختری از اروپا به نام آماندا 4 صفحه نامه بر من نوشته. کسانی که از 15 سالگیش با فرار پدر و مادرش اومده به اروپا و میگه سواد نوشتن فارسی زیاد ندارم، چند روز پیش با من تو تلفن صحبت کرده که به من راست میگه، میگفت تورات و انجیل نوشته انسان هاست، هیچ ربطی به الله و یهوه و فلان نداره، مسیحیه. با مادرم بحث داشتم راجع به اینکه خدا تنها قدرت در آسمان و زمین است، مگه بیکار بود شیطان را بیافریند که بر علیه خودش بلند شود و فرزندان او را از راه به در کند؟ اگر خدا ما را فرزندانش میداند، باور مسیحیته و او پدر آسمانی ماست، پس چرا میذاره که ما توی دست شیطان اسیر باشیم؟ چون به گفته کشیش ها هرچی بلا سرمون میاد کار شیطونه. اگه خدا قدرته پس شیطان چرا رو زمین حکومت میکنه؟ مگه خدا تو دست شیطان اسیره؟ ببینید چقدر راحت داره حرفشو میزنه. مگه اون تو دست شیطان اسیره که نتونه به کمک فرزندانش بیاد؟ چون مسیحیت میگه ما فرزندان خدا هستیم، چون خودش گفته از من بخواین تا بهتون داده بشه، ولی جز بلا و بدبختی چیزی برای بنده هاش نفرستاده. من چون بارها
به خدا و مسیح اعتقاد داشتم و به گفته ها و وعده هایش باور داشتم، انتظار اینم داشتم که در ناراحتیم تنهاییم با من باشه، ولی نشونی ازش ندیدم. سالها به گفته خودش کدام پدری اگه فرزندش از اون ماهی بخواد او به فرزندش مار بده، ولی من ازش خواستم، ازش مار گرفتم. همین چشم من باز که یه روز به خودم گفتم مگه خدا چیه که اون باید به تو کمک کنه؟ البته این هم از بچگی توی کله ما کردن، دعا کنید و خواسته هاتون از خدا بخواین چون اون صلاح شما رو میخواد و بهترین ها رو برای شما میده، ولی من چیز مثبتی از اون ندیدم. از کشیشی سوال کردم چرا ازش میخواین به همون نمیده؟ در جواب گفت چون صلاح تو نیست، خدا بهتر میدونه. اون مسیحی ها فرزند خدا ناف، یا فکر نکنین شما مسلمان ها فرزند خدا این، اون یه خدای اون ولیه، این خدای این ولیه، این خداها با هم دعوا دارن، ماها هم دیگر رو میکشیم. اون چیز برای نمیدونم چی خدا احتیاج ما رو میدونه، چون صلاح نیست که اون چیز برای تو باشه. خدا احتیاج ما رو میدونه، خودش میده که میدونه چی به ما بده. فهمیدم که اون چیزیش هم همکار خداست و به اون حق میده. نخواست بفهمه که حرفایی که میزنه با عمل جور نیست. بعد با خودم فکر کردم چه کسی بهتر از خودم میتونه احتیاج منو بدونه. پس اون چه باید توی زندگیم اینجا انجام بدم میدم و احتیاجی نیست که رضایت خدا رو داشته باشم، چون اگه به امید خدایان بنشینیم به هیچ چیز و هیچ کجا نمیرسیم، بلکه چند قدم هم عقب میفتیم. راست میگه، خطش خیلی خوندنش سخته. تصمیم گرفتم که خرد خودم رو خدای خودم کنم. درود بر شما. تشخیص بدم که چی بده و چی خوبه. از روزی که قبول کردم که خدایی نیست، زندگیم خیلی راحت تر میگذره. البته من کوچکتر از اونم که بگم خرد من کامله، ولی دارم برای خودم زحمت میکشم تا روز به روز روشن‌تر بشه. از شما ممنونم، چراغی شدید در راه ما جوانان، چون این راه راهی است که تاریک و کسی جرأت نمیکنه حرفی بزنه به جز شما. چرا؟ دوستان دیگه شروع کردن. من نفر اولی بودم که خیلی وقت پیش شروع کردم، ولی الان خیلی ها هستن. این البته نفر اول نیستم که این فکر رو دارم، نفر اول بودم که از چوب پریدم. این گفتم اگه میکشن بکشن، سنگ میشم بشم، آجر میشم بشم، خدا میخواد میرم کفتر بندازه رو سرم، هر غلطی میخواد بکنه. این راه رو برای ما روشن میکنید تا بتونیم ببینیم که مذهب چقدر باعث عقب ماندگی ما شده، باعث شده که این فرهنگ بزرگ مملکتمون رو فراموش کنیم. دنبال چرت و پرت آخوندها، کشیشا بریم. چرا جای عبادت اینا مردم جمع نشن؟ تاریخ مملکت اشعار سعدی و حافظ و مولانا و غیره و بزرگان خاک ایران رو زنده نگه دارن. من در سن 15 سالگی کتاب عرابه خدایان رو در کتابخانه پدرم بود برداشتم که مطالعه کنم و هنوز دو برگ اون کتاب رو نخونده بودم. مادرم کتاب رو از من گرفت، گفت این کتاب تو رو از خدا دور میکنه. بزرگتر که شدی بخون تا فکرت خراب نشه، از مسیح دور نشی. خودم سالها بعد این کتاب رو خوندم، با خودم گفتم چرا حتی خوندن کتاب باید محدود باشه؟ اون کتاب تأثیر روی من نذاشت، چون من عقیده خودم را نسبت به خدا چندین سال بود پیدا کرده بودم. میدونم که وجود نداره دیگه، این فکر منو نمیشد عوض کرد، چون بچه نیستم که بیان مذهب در توی کلم فرو کنن، که بیان مذهب در کلم فرو کنن. از طرف پدرم هیچ وقت تعریف خدا رو نشنیدم. یادم میاد وقتی میرفتیم کلیسا همیشه غر میزد این کشیشا آدمای عوضی و پول دوستی هستن، واسه جیبشون میرن اون بالا صحبت میکنن. برای همین هم از بیدین بودنم با پدرم بحثی ندارم، ولی با بقیه همیشه این بحث رو دارم، میگن تو اشتباه میکنی چون کسی نمیدونه اون ور چه خبره اون ور. بعد اونجا محاکمه میشی اگه به گفته اینا که محاکمه توی اون دنیاست، که البته اینا همش حرفای کتابه که مردم رو ترسونده. ولی چرا
مگه نمی چرا فکر نمی کنن که مگر کسی از اونجا برگشته و گفته اونجا دادگاهی شده؟ برای حرفاشون مدرکی ندارن، انقدر فکر خودشون پایینه که به هر چرند و پرندی باور دارن. این کشیش‌ها و ملاها بهشت زمین رو خریدن، به بهشت آسمون را مفت به مردم بخشیدن. نه، پولم مردم میگیرن میبخشن، تازه چیزهای خوبم وعده میدن، ولی خودشون چیزهای خوب تو همین دنیا مردم رو مفت از دستشون در میارن و به زنها و بچه های مردم تجاوز میکنن. روی همین زمین اگه بهشتی هست، پس چرا منتظر نمیشن که برن بهشت و اونجا حوری و پریا رو وردارن؟ چون میدونن خبری نیست، حالشون رو همینجا رو زمین میکنن. حرف زیاده آقای فاضلی، امیدوارم بتونید خطم رو بخونید. در حال حاضر از شما به خاطر نمیدونم چی و کمسوادی فارسی هم معذرت، خطم و کمسوادی فارسی هم معذرت میخوام. یک دختریست که 15 سالگیش اومده بیرون، حالا 15 سال هم مثلا اینجا بیرون بوده میشه 30 سالش. پزشک 30 ساله از ایران تلفن کرده به من، میگه آقای فاضلی ازت سپاسگزارم، چشم منو باز کردی. یه چیز دیگه که میخوام ازتون خواهش بکنم دوستان، 1800 تا ایمیل عقبم، کمتر بفرستید. نمیدونم دیگه چی کار کنم. بعضی ها که میخوان جوابم بهشون بدم، من ایمیل ها رو نمیتونم بخونم دیگه. من راستش رو بهتون میگم، دروغ نمیگم. 1800 ایمیل عقبم. کاری دارید تلفن میکنید، سعی نکنید با من صحبت کنید، با همون ماشین صحبت کنید، من صداتون رو میشنوم. چون انقدر این کار زیاد شده و انقدر وقت منو گرفته، الان 3 تا وبسایت، یکی رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، یکی هم اخیراً اون رضافاضلی پارس بلاگ اسپات، یه کسی دیگه اومده رضافاضلی10blogspot.com درست کرده و همه چی توشه. رضا فاضلی 10blogspot.com، 10 عددی، همه اینا باید رسیدگی بشه. همه اینا کاره. برای این برنامه که من میام با شما صحبت میکنم، باید مطالعه بکنم، باید فکر کنم، باید یه چیزهای آماده کنم که بیان با هم دیگه صحبت بکنیم. یه خورده فکر حال منو بکنید. من یک نفرم، همه این کارها رو خودم میکنم، همه این جونو میکنم، شاید بتونم این خرد رو در تخمشو در ایران بکارم و جوانهای من، جوانهای مملکت من اینو شروع کنن نزد دادن. هر چی میخواین به من کمک بکنید، این حرفا رو پخش کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.